باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز گفت که ایالات متحده و شرکای آن کشور روی یک بسته از اقدامات کار می‌کنند برای آنکه پیامدهای قصور در پذیرش توافق سوخت هسته‌ای با میانجیگری سازمان ملل متحد را به ایران نشان دهند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران دیروز گفت که تهران اورانیوم غنی شده با غلظت کم خود را چنانچه در پیشنویس توافق قید شده برای فراوری به خارج از آن کشور نخواهد فرستاد. اوباما در کنفرانس خبری مشترکی با لی میونگ باک رئیس جمهور کره جنوبی در سئول گفت اکنون ایران هفته ها وقت صرف کرده است و تمایلی به گفتن پاسخ مثبت به این پیشنهاد نشان نداده است و در نتیجه ما نیز با شرکای بین المللی خود درباره اهمیت وجود پیامدهایی برای این مسئله رایزنی هایی را آغاز کردیم. اوباما گفت که در چند هفته گذشته آمریکا و متحدانش برای به وجود آوردن بسته ای از اقداماتی که جدی بودن آنها را به ایران نشان دهد کار کردند. ایالات متحده دیروز درباره دادگاه‌های در ایران که به صدور احکام اعدام برای 5 بازداشتی ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران منجر شدند، ابراز نگرانی کردین. کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت ایران لازم است به حقوق مردم ایران برای بیان مسالمت‌آمیز عقایدشان احترام بگذارد. وی گفت ما درباره شیوه برگزار شدن برخی از این دادگاه‌ها نگرانی‌هایی داشتیم. این دادگاه‌ها به صورت یک نوع دادگاه دست جمعی برگزار شد. روز سه شنبه دادگاه عمومی استان تهران اعلام کرد که تاکنون در ارتباط با ناآرامی‌های پس از انتخابات 22 خرداد 5 نفر به مرگ محکوم شدند و 81 نفر دیگر احکام زندان دریافت کردند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز برای اولین بار تصدیق کرد که دولت او مهلت ژانویه 2010 را که وی برای تعطیل کردن زندان نظامی در بندر گوانتانامو کوبا تعیین کرده بود از دست خواهد داد. وی به شبکه خبری NBC گفت ما مهلت مشخصی داشتیم که منقضی شد. اوباما در گفتگوی با فاکس نیوز گفت او از اینکه نتوانسته به این مهلت وفا کند سرخورده نشده است چون میدانست که این کار سختی خواهد بود. اوباما به فاکس نیوز گفت ما در مسیر و فرایندی هستیم که پیش بینی میکنم گوانتانامو در سال آینده تعطیل خواهد شد.